امروز ما ساعت 5 صبح حرکت کردیم، بعد از 5 ساعت الان ساعت 10 رسیدیم اینجا که بیاین یکی از زیباترین و منحصر به فرد ترین روستاهای ایران رو ببینیم. خیلی خوش اومدید به روستای سرخ ایران، ویونا. درود، حالتون چطوره؟ خیلی خوش اومدین به چنلمون و خیلی خوش اومدین به یکی از زیباترین روستاهای ایران. دوستان، اینجا جزو جاهاییه که من از بچگی، یعنی از وقتی یادم میاد، فکرم شاید توی یه کتابی دیدم، تو تلویزیون دیدم، دلم میخواسته بیام اینجا رو ببینم و امروز پس از سالها آرزوم به واقعیت تبدیل شده. خیلی خوشحالم. دوستان، ما فصل شلوغی اومدیم ابیانه، دقیقا بازه گلابگیری و اینجور چیزاست و همونطوری که میبینین پشت سرم شلوغه، فصل اوجه، های سیزنه و من واقعیت سفر رفتن تو دوران شلوغی رو اصلا دوست ندارم، اصلا، و دوست دارم که جایی که میرم خلوت باشه. ولی خب چون میگن ابیانه اردیبهشتش قشنگه و میخواستیم بیایم حتما، دیگه اومدیم و دیگه شلوغی. این شوالا مال همینجه؟ فکر میکنم که نقش و طرحش و اینه. آره، موزه مردم شناسی هم داره. داره، ولی مخاطبای ما موزه دوست ندارن. هستی؟ بله. یه قنجا شلو قیقه میکنی مثلا نمایشگاهه؟ والا تو یز، مثلا یز نمایشگاه گذاشته. قدمت این روستا یه جورایی معماست، یعنی هنوز دقیق نمیدونن که برمیگرده به چه زمانی، ولی با توجه به چیزایی که پیدا کردن، یعنی آثاری که پیدا کردن، تخمین میزنن که برمیگرده به دوره هخامنشیان. ولی خودم به شخصه اعتقاد دارم که این اینجا قدیمی تره سکونت توی این منطقه، و حتی یه کتابی هم که میخوندم که کلن راجع به اینجا بود، عقیده بر این بود که مردمی که توی تپه سیل که کاشان زندگی میکردن، یعنی اون دوران، اون تمدن قبل از مادها، حتی برای به دلایلی میان و این قسمت شروع میکنن به زندگی کردن، یه بخششون، یه گروهی از اون مردم که خب میشه حتی قبل‌تر از پادشاهی مادها، و خب میگم هخامنشیان رو داشتیم. بعد مثل این که توی دوران ساسانیان این روستای جورایی توی اوج خودش بوده، توی دوران صفویه هم اتفاقات زیاد اینجا میفته. یکی از چیزایی که اگر درست یادم باشه اینه که تا دوران صفویه مردم توی این روستا زرتشتی بودن هنوز، ولی بعدش مسلمان میشن. و بعد هم خونه هایی که دارین میبینین عموما چیزی که مشخصه اینه که خب بازسازی شدن، ولی خونه ها هم نهایتاً فکر کنم قدیمی ترین هاشون برمیگردن به دوره سلجوقی، بعد صفوی و بعد هم قاجار. خیلی قاطعانه میتونیم بگیم یکی از قدیمی ترین روستاهای ایرانه. اول ویدیو من گفتم چی؟ گفتم روستای ویونا. خدای خودم خیلی این اسمو دوست دارم، نمیدونم چرا، خیلی حس خوبی دارم نسبت بهش. اسم اصلی این روستا، یعنی روستای ابیانه، ویونا بوده. وی توی زبان محلیشون به معنای بید هست، درخت بید، و ویونا یعنی بیدستان. در گذر زمان این اسم تغییر میکنه و میشه ابیانه، ولی خب من ویونا رو بیشتر دوست دارم. برای ساخت خونه های اینجا از خاک همین منطقه استفاده کردن دیگه. بعد ویژگی خاک این منطقه اینه که همونجوری که میبینین سرخه، قرمز رنگه، و دلیلش هم به خاطر وجود فلز مس توی این خاکه. نکته جالبی که هست، تمدن تپه سیلک، اون زمان مردم این ناحیه جزو اولین مردمی بودن توی ایران که فلز مس رو کشف کردن و باهاش ظروف مسی ساختن، که همین نشون دهنده وجود فلز مس از هزاران سال پیش توی این منطقه است. یه چیزی بگم دوستان، من دیشب
فکر کنم 12:30 اینا خوابیدم، صبح 4:30 پا شدیم، 4:30 صبح پا شدم که 5 بیایم اینجا، چون باید بگردیم فیلم بگیریم و اینا و برگردیم. متاسفانه نمیتونیم بمونیم چون من فردا دانشگاه دارم، بعد 8 صبح باید که سر کلاس باشم دوباره. هستی؟ بله. توی خونه آنها زندگی میکننه؟ آره دیگه، مردم هنوز اینجا ساکنن. چه اصلا محلی رو نمیبینی اینجا؟ نقطه ظریفیه. یعنی مسافر اینجا. یه چیزی راجب مردم عبیانه که شنیدم، هنوز به چشم ندیدم، ولی خب میگن مثل این که مردم اینجا به دو دسته تقسیم میشن، یک گروه اصلا حال نمی کنن با گردشگر، یک گروه نه دوستشون دارن و مثلا میان جلو و تعامل برقرار میکنن. فعلا ما محلی ندیدیم. این روستا یکی از اولین مناطق کوهستان نشین ایران بوده، در دامنه کوه کرکس. دلیل این که مردم اومدن توی دامنه کوه خونه هاشون رو ساختن این بوده که زمین کم بوده، میخواستن از اون زمین های مسطح برای کشاورزی استفاده کنن، به خاطر همین اومدن توی دامنه کوه خونه هاشون رو ساختن، زمین های مسطح رو گذاشتن برای کشاورزی. بدون چک چک گفتید. آره دقیقا منم. یعنی پله های اینجا رو میبینم یاد اونجا میفتم. خیلی روستا بزرگی هستی. من الان در جستجوی آتش کدم دوستان. یه آتش کده خیلی قدیمی داره. کو. چه خوشگله. یه هستی چیز بهت بگم. چی؟ خیلی روستایی ها اذیت میشن من فکر میکنم اینجا. آره واقعیه. یعنی چون من که گردشگرم این مدل سبکش نمیدونم چی بگم، گردشگری انبوه مورد علاقم نیست، اذیتم دیگه خود مردم محلی که هیچی نو داره داشته باشته آب میریزه. من در حالی که در حال فرار از مردمم دنبال یه جایی مقدار آرومترم، یه سری چیزا دیدم لازم شد بگم اینجا. دوستان گردشگری روستایی، کلن اصلا گردشگری که یه سری آداب و رسوم و ما میگیم کد اخلاقی داره، دوباره گردشگری روستایی خیلی حساس تره این قضیه، چون بافت روستایی مردمی که توی روستا زندگی میکنن حساسیتاشون بیشتره. ما داریم راه میریم، یه سری ها زنگ خونه ها رو میزنن میرن، در خونه مردم میزنن، کوبه های خونه ها رو میکوبن میرن، سر و صدا و جیغ و دادشون اینا که بماند بابا. یعنی چی؟ بعد میگن چرا محلی ها ناراحت میشن. خب واقعا میگم من گردشگر ناراحت میشم این وضع و اوضاع. منم به عنوان یه گردشگر یه سری حقوق دارم اینجا دیگه، شما دارین حقوق منم پایمال میکنید دیگه، چه برسه به جامعه محلی اینجا. واقعا نمیدونم چی بگم. اگر که دوست دارید از اینجا بازدید داشته باشین، باید در جریان باشین که جامعه محلی، افرادی که اونجا زندگی میکنن، یه بخش خیلی مهم از این فرایند گردشگری هستن و باید بهشون احترام گذاشته بشه. لطفاً. همه ایزوگام. خب یه وای دوره دوره ایزوگامه دیگه. دوست ندارم چیز بسری شو. یه قلعه اون دوره میبینین؟ آره آره. قلعه. نشان فروهر داره. نکنه اینجا آتش کدهش. نه اون آتش کده چهارتاقیه، اون فرق داره. این ولی اینم نمیدونم یه حالتیه انگار بی جای عمومی طوره، نمیدونم نظری ندارم، درش بسته است. نخوری زمین هستی؟ نه من حواسم از شما نخوری زمین. من خود کمانده بودم هیچ وقت زمین نخورم. یکی از ویژگی های کار ما اینه که میریم میگنیم صعب العبور، میگیم صعب العبور ترین مسیرها رو پیدا میکنیم که ازش بریم. اما بقیه مردم دارن تو مسیر مستقیم و از پله استفاده میکنن. اون وقت ما نگاه یعنی به منجدی الان؟ بله. مرسی بابا. دقیقا. دوستان بابام رفت مامانم رو نجات بده. مامانم گیر افتاده بود. بابا مامان جلوستای دوی از زیاد داره من. یک کم شبیه هست ولی خب اینجا فرق داره. میدونی خب من روی از تعصب دارم من. منم روی از تعصب دارم. چقدر دراشون خوشگله. کل روستا خوشگله. آره. دراشون و اینا. این بالکن محسوب چوبیه نه؟ آره بالکن چوبیه نه کن. از اینو توی یز نداریم. اصلا. اصلا. میگم من تو مطمئن توی خونه کسی هیچ که بیرون نمیدن. آره. فکر کنم که قهرم با ما گردشگر دوست ندارن زیاد.
هرچی هم میره مثلا تموم نمیشه. اصلا میدونی کجا داریم یه پایین؟ پله نه بابا اینجا را آبه نه کن آب که از رو کوه میاد پایین اینجا میاد پایین معلومه قشنگ مثل جوب شده دیدینی؟ جدا؟ آره سیمان هم برده ببینی؟ واقعا؟ آره سه خرید کده؟ لواشک لواشک دوستم لواشک خیلی خوشحالم امید خود لواشک نخوردی؟ ببین لواشک جزو چیزهاییه که هر چقدر آدم بخوره باز کمه. خیلی من دوست دارم لواشکو و شنیدم هم که ابیانه لواشکش خوشمزه است. چقدر شلوغه دوستان، یعنی فرار کنیم. تازه اومدم تو شلوغ کنه کنه آبانبارشون اینجاست. یه آبانبارم پیدا کردم استی. من در جستجوی آتش کردم. کوچولو آبانبارشون. هستی؟ بله. خانم های عبیانه لباساشون رو نگاه کن. من عاشق روسریاشونم. هستی این چقدر خوشگله نگاه کن. آره دوستان بریم خانجون رو نشونتون بدم. یکی از دوستای خیلی عزیزمون آرزو جون مال عبیانه بودن، نوروز بود که اومدن یزد، بعد اینو برام آوردن. من اینو با خودم آوردم عبیانه، دفعه اولیه که اومدم عبیانه دیگه آوردم با خودم که آوردمش خونه یه جورایی که همراه هم باشه. اگر آرزو جان داری این ویدیو رو می‌بینی درود، امیدوارم که حالت خوب باشه، هم خودت هم خانواده عزیزت. الان که آلمانین ولی خیلی روستای قشنگی دارین، خیلی دوستش داشتم. یه تابلو رو نگاه کن. چی شده؟ چیه مصدوم داشتیم اینجا؟ هلال احمر عربه. دوستان لحظه موعود فرا رسید و این چیزی که پشت سر من میبینین آتشکده هارپاکه که یه چهار تاقی بوده، ولی خب الان یه جوری دو تا تاقش رو بستن و جزو مسیر اصلی شده، از زیرش رد میشن. به این آتشکده هم هرپک میگن هم هارپاک. مردم محلی بهش میگن هرپک که معنیش به زبان خودشون میشه زیر پله، ولی هارپاک یکی از شخصیت‌های تاریخی ایرانه. سردار پدر بزرگ کوروش بزرگ یعنی آستیاگ بوده و همونی بوده که آستیاگ این مأموریت رو بهش میده که کوروش رو بکشه تو همون کودکی و اینا، که حالا تو شاهنامه هم یه جور دیگه داستانش رو داریم. خلاصه این داستان پشت این اسمم خیلی جالبه. حالا بریم ببینیم چطوری آتش کردشون. نه
هستی اینجا میسی از انجامن نداره که بهش رسیدگی کنه. اینجا روستاست دیگه. درسته این صحبت سی جالبه توی روستا میدونی چی چیه؟ ای واقعا روستا هدف گردشگری از دم در کمیه پولت میگیرم وارد روستا که میشی؟ آره اینم بهتون بگم خیلی جالب بود. دفعه اولی بود که برای ورود به یک روستا ورودی دادیم. روستا دیگه ورودی نداشت میدونی، ورودی برای یک سایت خاصی بود، ولی اینجا ورودی داره. خیلی جالب بود برام. چی کاش که دستی دوره؟ یه در خیلی خوشگل قدیمی، قشنگ معلومه که قدیمیه و یه تخته است. یعنی چی بهش میگه؟ لات میگیم؟ من نمیدونم اصطلاحاتی که تو به کار میبری چی شیه. یه تخته است. ما میگیم یه تیکه. یه تیکه آره. بعد روش عربی نوشته، ولی نمیدونم مال چه دوره ایه، ولی قشنگ معلومه که خیلی قدیمیه. آقا نگاه اینا چه خوشگله. هستی نده کن بابا شلوارای مردای اینجا رو خیلی خوبه، یعنی گشاد راسته خرابای عبیانه. بله دوستان، دوباره از مردم فرار کردیم. چقدر سخته، شلوغی. چه باقوبند داشتنه بابا. آره یه نکته راجع به این روستا که شایسته تقدیره به نظرم اینه که خیلی تلاش کردن برای اینکه سنتشون و اون رسم و رسومات و این چیزاشون رو حفظ کنن. به خاطر همین مردم محلی هنوز لباسای سنتیشون رو می‌پوشن و خونه هایی هم که تازه ساختن اصلا با آجر ساختن، باز این رنگ قرمز رو زدن روش که این یک پارچگی توی روستا حفظ بشه. این کارشون واقعا خوبه. یکی از چیزای خیلی خوشگلی که اینجا میبینین که واقعا انتظار نداشتم، یعنی شنیده بودم اینجا هست، انتظار نداشتم انقدر خوشگل باشه، ایناست. بیکن بهش میگیم، دستکنده اینا هم. و جایی بوده که داماشون رو نگهداری میکردن، چون خب خودشون توی دامنه کوه زندگی میکردن، فضا نداشتن برای این کار، اومدن یه سمت دیگه روستا اینا رو کندن برای نگهداری از داما و خیلی خوشگله. هنوز استفاده میشنه؟ به نظر میاد که آره. اصلا یه عالمه این خونوگاه هره نکن؟ آره میگم خونوگاه خونوگ چه همین چرا خونوگاه؟ این پشتی چیه اینجا؟ این تق قام داره هستی؟ این معلومه که شکل قدیمی ترشه، اونی که اون بالا دیدیم رو خب درست کردن یه مقدار. قبل از اینکه خدافظی کنم میخوام یه جمع‌بندی داشته باشم راجع به اینجا. روستای خیلی قشنگیه، خیلی نمیدونم چجوری بگم، واقعا جذابیت خاصی داره و فکر میکنم اگر یه بازه خلوتی بیاین خیلی جذابتره به خاطر سبک معماریش، رنگ خونه ها و همه این موارد. ولی خب این روز که ما اومدیم تو این بازه که خیلی شلوغه،
دیگه حس و حال روستا رو نداره. نمیدونم چجوری بیانش کنم، ولی اون بکر بودن روستا کم میشه توش. از اون طرف مردم محلی اصلا از تو خونه در نمیان. حقیقتا حقم دادم بهشون. یه جورایی منم اگر محیط زندگیم اینجوری باشه، انقدر هم همه و شلوغی داشته باشه عصبی میشم. اگر اون تجربه بکرش رو بتونین تجربه کنین، فکر میکنم خیلی جذاب باشه. ولی خب یه روستای کاملا آماده برای حضور گردشگرانه. خدمات و امکانات و اینجور چیزا اینجا هست. کلی صنایع دستیشون، خوراکی هاشون، لباس محلیشون و اینجور چیزا اینجا برای فروش هست. آمادگی کامل دارن برای حضور گردشگر. در مجموع پیشنهاد میدم حتما حتما، چه تو شلوغی چه تو خلوتی، بیاین این روستا، بیاین حتما و تجربهش کنین، چون واقعا یکی از زیباترین روستاهای ایرانه. خیلی سپاسگزارم از اینکه تا انتهای این ویدیو هم همراهمون بودین. امیدوارم شما هم مثل من عاشق اینجا شده باشین. خیلی روستای قشنگی بود. اگر که دوستش داشتین یادتون نره که لایکش کنین که به دست بقیه هم برسه. دکمه سابسکرایب هم بزنین که ویدیوهای بعدیمون رو از دست ندین. بدرود.